خب دیگه این قسمت رو هم کامل به صورت حرفه‌ای، این قسمت رو هم که به این شکل به راحتی تمام پیاده کرده، این قسمت هم همینطور، این قسمت هم همینطور، این قسمت هم که همینطور. خب سایت صفحه هستش که خیلی ساده میشد اینا رو هندلش کرد، ولی خب کلی تایم گذاشتیم ما براش و در واقع بحث تایم گذاشتنش زیاد بود، ولی خب اگه دقت بکنید عوضش یه چیز خوبی دارم. حالا بحث این موارد رو کامل اینجا گفتیم، بحث این مسائل رو کامل گفتیم، حتی بحث اسکرولینگ هم میشد بگیم تو سی اس اس اینا رو حالا بیشتر من سپردم. البته تو این سایز، بس من تو این سایز نمیدونم چیکار کردم این اتفاق برای این داره میفته، این احتمالا بین 768 بله و 560 احتمالا چیز نداره، برای سی اس اس نداره. ایشون میشده چی؟ میشده این قسمت، این قسمت اولیه. بذار من این رو ببینم، اینم یه ایرادی بود که هی بهم میگفتم بعد درست میکردم نکردم. این knowledge.css یحتمل، یا یادم رفته جا انداختم، حالا باز دقیق یادم نمیاد. این به 990200 768 990، آره یادم رفته، خب همین بود. هی ما میگفتیم چرا این اتفاق میفته، این هم میشه 768. خب این هم به این شکل. الان بیاید اینجا یه رفرش بکن ببینید، خب این هم درست شد دیگه، اصلا مشکلش هست شد، یعنی الان دیگه اولا هیچ ایرادی نداره، غالب غالب خیلی خوب و تر تمیزی هستش و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب اینه که رفرش بکنید این هر سری در واقع براش اوکی میشه. خب بریم که اینو در نهایت درست میکنم، یعنی من نمیخواستم جی کوئری در واقع بگم به چه صورت هستش و جاوا اسکریپت، ولی خب در نهایت دستورش رو در واقع فیلم میگیرم بهتون میگم چی. خب یه دو ست استپ خیلی کوچولو مونده، این رو هم بریم در حد شاید دو تا ست فیلم دیگه باشه. یکی این قسمته، خب ما خیلی چیزشو بهتر در آوردیم، مثلا نظراتش که اینجا بودش خودم بهتر در آوردیم. این قسمت رو بریم درست بکنیم که این کلا بک‌گرانده، یعنی بذار ببینم خودش یه بک‌گرانده، این که هیچی. خب خب بریم بالاتر تماس. خب ببینید، خب من این رو میخوام دیگه، بکگرانده رو میخوام، بکگرانده رو چیکارش کنیم که کلون پلت برش داریم، این قسمت تماس نا کنیم، بیاتو که بزنیم ایشون پاک میشه، این رو بزنیم ایشون پاک میشه. خب من میخوام فقط اینش نباشه، خودم قرارش بدم، این کپی هم که خودش این قسمته، اوور نباشه، این نباشه، اینم نباشه، این قسمت رو میخوامش. میرین اینجا آب خوردن توی این قسمت تماس، اگه بزنش خاموش میشه، کلیک راست میکنید و اکسپورت پی ان جی میگیرید، مینویسید توی دسکتاپ تماس، با تماس یا کانتکت بنوشتیم بهتر، فارسی نباشه بهتره. میام تو این قسمت ایشون، این رو میکنمش کانتکت و یک کنترل سی میزنم میارمش تو پروژه، و قسمت یوزر میزنمش پیستش میکنم و قرارش. خب این هم که دیگه نیاز نداره، این هم باشه، کامنت هم که نیاز نداره. بریم قسمت کانتکت رو درست کنیم دیگه، کنترل دی بزنیم کانتکت و مقدار این کانتکت سیکشن کلاس کانتکت و اینی چجوری بیم تحریک کنیم از تو قشنگ بشه. حالا اگر برگردیم این دوتا رو هم قرار بدیم، این که دوتا اینو میتونیم یه اشوان بذاریم، اینو یه اشوان میتونیم
بزیز خلاقیت به خرج بدیم، اینو بکنیم یه عکس، این داخلم که یه دونه سکشنه، خب این که اوکی، این سکشن کانتکت رو قرار بدیم فعلا، بزیز خوشگل تش. خب من میام اینجا گزینه CSS رو قرار میدم، کانتکت. خب درست نوشتن CSS الان تو پروژه به این شکل ازش تیکه تیکش میکنم، برای چی؟ مورد که باید صفحه های دیگه هم بیاد به وجود بیاد. معمولا شما هدر و فوترتون، حالا یک سال نهایت وسط عوض میشه، لذا سی اس اس هاش رو هر جا دلتون بخواد سی اس اس هاش رو تیکه تیکه میاد اضافه میکنه، اصلا از این تکنیک بیان استفاده میکنن دیگه، کسی نمیاد سی اس اس برای صفحه جداگونه بنویسه، برای صفحه دوباره همه موارد رو جداگونه بنویسه، از این کارش حق قمر دیگه کسی نمیکنه. میام اینجا اولین کاری که میکنید میدیا only screen and گزینه مین ویدث 1200 پیکسل. خب من میگردم میگم سیکشن کلاس کانتکت و ویدس 100% و هیت هم که نداره، یه پدینگ 50 پیکسل هم میدید، یه باکس سایزینگ اوردر باکس و بکگراند کالرش هم که ظاهرا سفید بخوره و لذا اینکه من چشم خوب سفید رو دیتکت نمی کنه FBFB سفید نیست. میایید اینجا و ایشون رو قرار میدید و شارپش رو هم قرار میدید. خب حالا اگه بیاد اینجا اضافه نشده برام دلایل چی؟ چون تو مین من 100%شون رو اضافه نکرد. خب ببینید همه چی تر تمیز مثل یه پروژه واقعی، به عنوان یه دونه پروژه واقعی ما اومدیم اینجا به این صورتشون رو قرارش دادیم. خب کانتکت و به این شکل بیاید اینجا، الان این اومده اینجا اضافه شده و اینو دیگه میبندم، کاری باش نه. خب تو این کانتکت هم اولین چیزی که من بخوام بذارم این هستش که اولا کانتکت رو من بخوام پوزیشنش ریلیتیو بذارم، اون خودتون میفهمید برای چی، و بیام اینجا یه ستیو میذارم و یه آی ام جی داخلش میذارم و آره خب این دیوار هم میخوام 70-80% بذارم. خب سورس رو میزنید، ایمیجز و یوزر رو قسمت کانتکت، این هم اسمش رو بذارم کانتکت. خب طبیعتا الان اگه بیم اینجا این کانتکت اینجا هست. خب کلی هم اینجا رشد کرده هیچ اشکال نداره، بریم که این دیو رو درست بکنیم. برمی گردم میگم سیکشن کلاس کانتکت یه دیو دارید که NTH of type 1 هستش، ویدسش باشه مثلا 80%، یعنی 80% پدر و مارجینش هم باشه 0 اوتو. الان بیم اینجا میزنیم. خب بعد باید داریم سراغ چی؟ عکس. بیاید اینجا عکسش رو هم همین کار رو باهاش انجام بدیم. برمیگردم میگم ویت ست باشه 100%، یعنی اندازه 100% پدرت و هیتت هم که توی تو ترچ بسیارون هیتت چی درمید؟ خب هیتت چوشی این شکل خوبه. اگر بیایم اینجا یه بکگراند بدیم دوزاری میفته وضعیت چیه؟ خب ببینید این هیتش اومد به این شکل شد. خب میتونید دستور Object Fit استفاده بکنید اینجا که بهتون قبلا گفتم Object Fit رو میتونید گزینه کاور بذارید که بیاد کاور بشه که دیزجره نشه اصطلاحا، یا گزینه های بعدی میتونید گزینه های بعدی هم اصطلاحا فیل بزنید، ببینید به این شکل میتونید گزینه Contain بزنید به این شکل میشه. پس به این صورت در واقع اومدیم قرارش دارم همون گزینه کاور رو قرار میدم و هیتش رو هم که کاری نمی کنم، ویتسش رو 100% میذاره خودش با توجه به هیتی که داره خودش رو میاد آپدیت میکنه و اینا بک‌گراندش رو برمیداریم و اینا هم از این. میخوام برای این یه دونه چیز بذارم، فیلتر بذارم که وقتی میای مثلا یه دونه اش از خوب مثلا هیرو روتیت در حالت عادی انجل درجه مثلا من 0 میذارم این رو، وقتی اینجا مثلا روی این گزینه هاور میکنیم ما این که همش اوکیه کاری نداریم بهش، این رو بکنم مثلا 180 دگ بریم امتحان بکنیم دیگه. این هم یه ترانزیشن 500 میلی ثانیه براش قرار بدید. بیایم اینجا خب ببینید یه همچی چیز قشنگ میشه، این هم تکنیک خوبی هستش که اومدیم اینجا پیاده میکنیم. حالا میتونه در واقع اینجا روی این گزینه شما کرسر این رو هم پوینتر کنید.
تو این محوطش قرار میگیری چه اتفاقی افته میاد به این صورت میشه؟ خوبه. خب این هم که اینجا بیاد در واقع اسم و فامیلش قرار بگیره. من یه دیو دیگه دوم میذارم اینجا. این پوزیشنش این دیوه رو یه اچوان میذاریم که بیاد و تکستش رو داشته باشه. یه کنترل سی میزنیم اینجا، اینجا یه کنترل دی دیگه میزنیم، این هم همینجا باشه. یه اچوان دیگه هم میذاریم مثلا 0922 0900 مثلا 1281، سه تا نقطه یه همچین چیزی رو براش میذاریم. خب اینا اومدی زیر به این اضافه شد. خب من این رو میخوام پوزیشنش رو بکنم ابسولوت که پدرش اینجا هستش، بیاد نسبت به اینجا بیاد قرار بگیره. خب میام اینجا این دیو دوم رو میگه که اینجا انتیج آف تایپ 2 هستش، ای کنترل سی میزنم و تو برمیگردم میگم ویکسیت مثلا باشه 40%، یه پدینگ مثلا 20 پیکسل هم بهش میدم و یه باکس سایزینگ بوردر باکس و پوزیشنش هم میدم چی؟ ابسولوت رو برمیگردم میگم که لفتت مثلا باشه 50%، تاپت هم باشه خب اندازمش وسط 50% و ترانسفورم ترنسلیت من های 50% و من های 50%. الان باید وسط بیفته. خب وسط این دیتا، حالا اگه بکگراند کالرش هم بهش بدیم، خب ببینید الان وسط این پدره افتاد. میخوام به نظرش راست دیتا هاشو تکست الاینش رو رایت میکنید و به این صورت اومد سمت راست، رنگش رو بر میدارید. فونت فامیلی هم همون باشه ایران سنس، فونت سایز 28 پیکسل. خیلی شد 28 تا 24 تا رو تست بکنیم. 20 تا خوبه. مارجین باتم هم 15 تا بهتر میشه. خب اینم یه پدینگ دادیم ما به این 50 پیکسل بالا، بقیه 20 پیکسل که بیشتر بیاد پایین، 25 پیکسل بردیم بزن 50 تا شد. خب بیایم اینجا F12 بزنیم ببینیم واقعا 50 پیکسل گرفته یا خیر. خوبه 50 تا شو گرفته بود. اما 20 پیکسل رو بهش بده، نمیخواستم مارجین استفاده کنم، مارجین استفاده کنم، مارجین تاپ در حد 30 پیکسل که نبکشه پایین تر بیشتر. خوبه دیگه جاش خوبه. یه ذره دیگه بره راستر، اینو مثلا 30% کنیم، 80% کنیم. خیلی رفت 60 و خوبه دیگه، بیشتر از این نبریم. رنگشم تا اونجا که من میبینم سفیده، سفید میزنم. حالا دوستان میتونن رنگ های دیگه انتخاب بکنن، اما وایت و به همیشه. این هم میخواید فارسی بشه باید فونت های استفاده بکنید که فارسی ساپورت بکنه. مثلا این رانسانس اعداد رو فارسی ساپورت نمیکنه. تزیین 90 درجهش بکنید خوشگلتر نمیشه، خیلی همچین رنگش چیز میشه، پرت میشه. آره یه ذره همچین ملوتش. خب اینم به این صورت.
اینجا هم واکنش پشتش چی نیست و این هم که همین دیگه، همین ریسپانسیبش کنید بره دیگه، حالا نهایت چیز خاصی نداره. این بشه 990 و تو در واقع ماکس ویتس 1200 و این بشه 990 و این 768 این هم بکنیم 768 و 560 این هم ۵۶۰. خب نهایت سایزشون کمتر کنید، سایز ها فونت سایز ها رو در واقع این رو میتونید روی گزینه ۱۴ خوبه، بریم تو سایز های مختلف ببینیم چه شکلی میشن ایشون. خب آبجکت فیت ها، ببینیم قضیه آبجکت فیت چی میشه. بیاریمش پایین 10. خب دستکاری هایی که کردیم رو بیم شروع کنیم درست کردن ایشون. مارجین تاپش رو برداریم، ویتس این رو 40% کردیم بکنیم 50%، این هم یه مقدار باید بیشترش کنیم، به جای 80 بکنیم 90 که جا بشن. خب این مارجین تاپر رو، این مارجین باتم 15 رو بکنیم 5 که زیر هم دیگه بیافتن تقریبا. خوبه خوبه دیگه، حالا تو یکی سایز تو یکی سایز هم بودم، من فکر کنم خیلی ساده میشه درستش کرده، نه انگار این هم بکنید همون 5 تا. خب سایز این رو بکنیم اون 14 و تاپش هم بردارید بهتر شد، اگرش نمیخواد کاری بکنیم. بریم سایز بعدی، خب اینجا هم باید دستکاری کنیم و این هم بکنیم مثلا همون 14 خودمون، اینم 5 تا، اینم برش دار و خیلی بهتر شد. حالا من دیگه زمان برش بیشتر نمیزنم چون اینا ساده است، خودتون راحت میتونید انجام بدید. خب اینم خوبه دیگه، تو این سایز هم خوبه. خب اینا رو هم انجام دادیم، بریم مرحله آخر.